خانم آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دو مسئله بسیار جالب عمیانان گرامی در همین یکی دو روزه اخیر اتفاق افتاده که بایستی در موردش واقعا صحبت بشه و از همه نظر این صحبت ها باید تجزیه و تحلیل بشه و روش کار بشه. همیهنان گرام، اولا مسافرت آقای رجب طیب اردوغان به ایران که از دیروز آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد داشت، در حقیقت پیام روشنی است از طرف غرب و آمریکا به جمهوری اسلامی که به وسیله آقای طیب اردوغان به آگاهی رژیم جمهوری اسلامی رسانده خواهد شد یا شده. مطلب جالب اینجاست که در این حال که روابط اقتصادی میان ایران و جمهوری اسلامی، میان ایران و دولت ترکیه داره روز به روز گسترش پیدا میکنه، دلیلش هم این هست که ترکیه تنها کشوری است در همسایگی ایران که در عین این که تضادهای بسیاری بین دو کشور وجود داره و در بسیاری از مواقع هم اختلاف انگیز حتی این روابط پرتنش هست، دو کشور به هم دیگه احتیاج فراوان دارن. دولت ترکیه این گاو نهمنشیر رو مرتباً میدوشه و از دوشیدن این رژیمی که در منطقه ایزوله شده و در تنهایی قرار گرفته و چاره‌ای جز مبادلات بازرگانی گسترده با ترکیه نداره، حد اکثر استفاده رو داره میکنه. از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی یکی از مسائلی که باعث شد ترکیه نقش بسیار حساسی در منطقه بازی بکنه، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، وجود حکومتی مثل جمهوری اسلامی بود. جنگ ایران و عراق، ایزوله شدن جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی اکثر همسایگان با ایران تنها راهی رو که برای ایران گذاشته این است که با ترکیه هم از نظر امنیتی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر روابط سیاسی بیشترین به اصطلاح روابط رو داشته باشه. در جنگ ایران و عراق این ترکیه بود که با نقش دوگانه‌ای که در منطقه بازی می‌کرد توانست میلیاردها دلار سود ببره و ترکیه رو که از نظر اقتصادی یک کشور درجه چندم در منطقه بود تبدیل بکنه به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی، چه از طریق جمهوری اسلامی و چه از طریق عراق و کشورهای عربی. نقشی که دولت ترکیه در این به اصطلاح روابط بازی کرد و خیلی آگاهانه آقای اردوغان در این حال که روی نقش اسلام در کشورش بازی میکرد، میدونید که حزبی که آقای اردوغان داره یه حزب اسلامیه، هنوز همسر آقای اردوغان، همسر آقای عبدالله گل و همسر داوود اوغلو و بسیاری از رهبران فعلی عراق محجبه هستن. کشوری که شما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در دانشگاهاش دانشجویان دختر اجازه ندارن با روسری توی دانشگاه برن و در مدارسش. من در آنتالیا در ترکیه شاهد بودم، در یه هتلی که یکی از تابستانها من رفته بودم میدیدم که دخترای دانش آموز با روسری میامدن دم دبیرستان، دم دبیرستان روسری ها رو برمیداشتن و میرفتن تو، و مدارس هم مختلف بود پسر و دختر. آقای اردوغان
یواش یواش شما وقتی که با این روشنفکرای ترکیه صحبت میکنید، با سکولارهای ترکیه صحبت میکنید، اینا میگن ترکیه آگاهانه داره یک نقش یک کشور درجه اول مذهبی رو بازی میکنه و این جریان سکولاریسم در ترکیه داره گام به گام از اون سیاست دولت ترکیه دور میشه و روش هایی که آقای اردوغان و دوستانش و حزبش دارن در ترکیه پیاده میکنن دلیل عمده این است که قوانین اسلامی داره یواش یواش جایگزین قوانینی میشه که میدونید ترکیه یک کشور سکولار بود، اصلا مذهبی نبود و تمام اون دستگاه هایی که میتونست نظارت بکنه بر سکولار بودن ترکیه تقریبا دارن یکی یکی جا خالی میکنن و به وسیله اردوغان از بین میرن. نمونش ارتش، من اصلا نمیخوام بگم که کار ارتش خوب بوده، کودتاهای مرتبی که در ترکیه انجام میشده و نقش بسیار خشنی که ارتش در ترکیه بازی کرده در سرکوب نیروهای مترقی و اقلیت‌های قومی مثل ترک، مثل کردها، نشانه اینه که این ارتش یک ارتش مردمی به معنای واقعی نبوده، بلکه یه ارتشی بوده که رو سکولاریسم بسیار تأکید داشته ولی در این حال در سرکوبی هم بسیار دست بازی داشته. حالا ولی در خیلی جا همین ارتش از زیاده رویه های سیاستمداران جلوگیری کرده و در مورد آقای اردوغان و دوستانش شما میدونید که این ارتش چندین بار سعی کرد که دست به کودتا بزنه و آقای اردوغان با علم به این که این ارتش بعداً درد سرساز خواهد بود شروع کرد به تصفیه کردن ارتش و الان میبینید حدود 30 نفر از جنرال های معروف ترکیه در یکی از دادگاه ها دارن محاکمه میشن به دلیلی که دست ارتش از دخالت در امور ترکیه کاملا بریده بشه. اما این دموکراسی نیم بندی که در ترکیه وجود داره و میدونید که ترکیه خیلی سعی داشت به عنوان یک کشور اروپایی وارد اتحادیه اروپا بشه، فرانسه و آلمان به خصوص حزب خانم مرکل یعنی دموکرات مسیحی و آقای سرکوزی از دشمنان درجه یک ورود ترکیه به اتحادیه اروپا هستن و دلیلشون هم اینه که میگن همین سیاست حزبی آقای اردوغان و اصولا رفتار دولت ترکیه با اقوام ترکیه به خصوص با کردها نشانه اینه که این دولت از اون 4 دیواری هایی که باید یک دولت در اتحادیه اروپا داشته باشه و اون تعهداتی که باید در حفظ دموکراسی داشته باشه بسیار دوره. هنوز هم میهنانی گرامی در ترکیه شما میبینید ایام نوروز لشکرکشی صورت میگیره. همین ترکیه‌ای که در سازمان ملل متحد و در مجامع بین المللی و به اصطلاح فرهنگی مثل یونیسف و یونسکو سعی میکنه که نشون بده به نوروز و اعیاد ملی که در منطقه هست وفاداره، همین دوره میدونی که به کمک آذربایجان چند کشور طرح جهانی نوروز رو همین دولت ترکیه داد به سازمان ملل متحد ولی همین دولت مردم کرد ترکیه رو سرکوب میکنه که چرا شما نوروز رو جشن میگیرید. حالا دولت ترکیه الان در شرایط فعلی جهان یه سیاست دوگانه داره، یکی نزدیکی به غرب به خصوص آمریکا، دلیلش هم همین وجود به اصطلاح دیوار ضد موشکی که در ناتو در ترکیه گذاشته که مورد اعتراض دولت روسیه است و دولت جمهوری اسلامی و کارم به اونجا رسیده که چند نفر از این جنرال های قلابی سپاه پاسداران، این سرداران اسلام، بارها و بارها تأکید کردند و تهدید کردند که اگر دولت ترکیه این دیوار ضد موشکی رو از بین نبره اولین هدف حمله به ایران بعد از حمله به ایران همین به اصطلاح دیوار ضد موشکی است که در ترکیه ناتو به وجود آورد. کار به اونجا رسید که بسیاری از این تهدیدها کارساز شد و آقای داوود اوغلو اعتراض کرد، به جمهوری اسلامی تماس گرفت
با آقای صالحی و آقای متکی که اون زمان بود و اینا گفتن این نظرات شخصیه، نظرات جمهوری اسلامی این تهدیداتی که سرداران سپاه میکنن نیست. در مورد مسائل اتمی هم در این حال که ترکیه داره یه نقش میانجی رو بازی میکنه و آقای اردوغان هم امروز اعلام کرده که ترکیه پشتیبان فعالیت های اتمی ایران هست، ولی سفیر ترکیه در واشنگتن میگه اگر آمریکا هم بپذیره که جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت اتمی در منطقه وجود داره، ترکیه نمیتونه بپذیره و ما هرگز این مسئله رو نمیپذیریم. برای اینکه وجود یک حکومتی که از اتم برخورداره، از نیروی نظامی اتمی در منطقه برخورداره، بزرگترین خطر برای ترکیه است. این صحبت سفیر ترکیه در واشنگتنه. اما در این حال میدونید که ترکیه در مورد آقای بشار اسد کاملا سیاستی جدای از ایران داره، کمک به مخالفین اسد، حتی سفارتشو تعطیل کرده، ایجاد کنفرانس های متعدد در استانبول و آنکارا برای مخالفین حافظ اسد، سیاستی که کاملا برعکس سیاست جمهوری اسلامی و همین اینم تنش به وجود میاره. اما در بسیاری از مسائل از جمله مسائل اقتصادی آقای صالحی میگه در آینده ما سعی داریم روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه رو که در مرز 10 میلیارد دلار متوقف شده به 30 میلیارد دلار در سال برسونیم. یعنی بیشترین روابط اقتصادی با یه دولت خارجی، و ترکان کاملا از این استقبال میکنن، برای اینکه اجناسی که ترکیه به ایران میفروشه، روابط اقتصادی ناسالم که بین ترکیه و جمهوری اسلامی وجود داره، تمام اجناسی که جمهوری اسلامی اگر در حالت طبیعی میتونست از جهان خریداری بکنه به یک قیمت مناسب و معمول، ترکیه داره با 4 برابر 5 برابر به علت وجود همین تحریم‌ها به جمهوری اسلامی میفروشه. و روابط بانکی پیش در پیچی که هم ترکیه و هم جمهوری اسلامی به وجود آوردن برای اینکه بتونن روابط اقتصادی و بازرگانی رو همچنین حفظ بکنن. حالا آقای اردوغان رفته تهران، قول همکاری در این مسائل اتمی رو داده، قراره در کنفرانس کشورهای 5+1 در به اصطلاح استانبول این جلسه برگزار بشه و ترکیه هم نقش هدایت کننده و میانجی رو در این میان داشته باشه. ولی در این حال پیام آقای اوباما هم به دولت جمهوری اسلامی داده که در شرایط فعلی باید دست از این لجاجت بردارن، و ما میبینیم که جمهوری اسلامی کوتاه آمده به دلیل همین فشارها و تحریم‌های اقتصادی و قبول کرده که در کنفرانس مربوط به 5+1 شرکت بکنه. ولی از طرفی وقتی که آقای خاتمی همینانی گرامی همیشه آن روز قبل برخلاف نظر بسیاری از این اصلاحاتچیا رفت در انتخابات شرکت کرد و دلایل بسیار مسخره هم در این مورد کار خودش آورد، همه تعجب کردند که چرا اینطوری شده و کسی که رهبر اصلاحات بود چرا حالا ناگهان با آقای علی اکبر رفسنجانی، حسن نمیدونم خمینی و بسیاری از اینا آقای خوینی ها رفتن رأی دادن، در حالی که آقای کروبی و موسوی در زندان هستن، تاج زاده و یه عده. در اینجا همینانی گرامی بسیاری از کسانی که وقایع ایران رو تجزیه تحلیل میکنن نظرشون اینه که خامنه ای در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته. حکومت احمدی نژاد، ریاست جمهوری احمدی نژاد حدود 1 سال دیگر به پایان میرسه، ولی به قدری این مسئله هست دیگه، یه دیوانه سنگی میندازه که 100 تا عاقل نمیتونن درارن. احمدی نژاد به قدری مملکت رو به حالت خطرناک از نظر اقتصادی و سیاسی درآورده که اصلا امکان اینی که دوباره بشه این کشور رو در یه حالت عادی قرار داد وجود نداره. سیاست‌های احمقانه احمدی نژاد تحت زعامت رئیس روزخانها مملکت رو به فاجعه رسونده، و از اونجایی که مقام معظم روزخان بزرگ نمیخواد به روش بیاره که در این کارایی که کرده شکست خورده، آمده سعی میکنه که این اصلاحاتچی‌ها رو بینشون
به اصطلاح اختلاف بندازه، آدمای میانه رو رو از اینا جدا بکنه و افراطی‌هاشون رو سرکوب بکنه. و میبینید که آقای خوئینی‌ها، آقای حسن روحانی، آقای علی اکبر رفسنجانی و به خصوص آقای خاتمی رو داره از این دسته جدا میکنه. یه گزارش دیروز من در ایرنا خوندم که خیلی به اصطلاح سعی کرده که شایعه بدونه این موضوع رو، ولی با وجود این اعلام کرده که آقای حسن روحانی رئیس اسبقه، نمیگه عضو مجلس خبرگان، نمیگه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که این بارم انتخاب شده، میگه رئیس اسبق مذاکره کننده در مورد مسائل اتمی ایران ناگهان رفته به وین و با شایعات اینطوریه که رفته با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین هست مذاکره کنه. این نشون میده که آقای رئیس روزخانها بار دیگر پناه آورده به گروهی از اصلاحچیا و برای اینکه خودش از اون هیبت و به اصطلاح بزرگی هم کم نکنه، به اصطلاح خودش، سعی کرده از بالا طوری رفتار بکنه که اینها هستن با رأی دادن آقای خاتمی و با فعالیت‌های آقای رفسنجانی و اینا که بیان طرف رژیم و دوباره سوار به قول خودش قایق انقلاب بشن. و تثبیت آقای رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم یک گام بیشتری به نزدیکی بین رئیس روزخان ها و این جناح خودفروخته اصلاحچی هاست در حقیقت. حالا آقای اردوغان با دست پر داره همیهنان گرامی از ایران بر میگرده در شرایطی که ایران در وضع فجیع اقتصادی قرار گرفته. بازم مقام معظم روزخان بزرگ و اطرافیان هی تبلیغ میکنن که این تحریم ها کوچکترین لطمه ای به جمهوری اسلامی نزده، ولی همه شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار خطرناکه. از همه اینا گذشته همیهنان گرامی، مسئله اراجیفیه که آقای حیدر مصلحی وزیر محترم اطلاعات همینطوری مرتب بیان میکنه. کسانی که قادر نبودن به قول خودشون دانشمندان اتمیشون رو حفظ بکنن از ترور و هر روز یه موتور سوار می اومد یک دونه بمب دستی رو میچسبون به اتومبیل اینا و منفجر میشد و اینا رو میکشت، هنوزم از رو نمیرن، هنوزم ادعا میکنن که در موساد، در CIA، در MI6 و در تمام سازمانهای جاسوسی جهان رخنه کردن. و امروزم ایشون گفته و در بخش دیگری از سخنان خودش گفته که در همینک گروه های مختلف اپوزیسیون خارج از کشور به خاطر درز محرمانه ترین مذاکرات و تصمیمات خود به شدت به یکدیگر شک دارند و از همدیگر میپرسند مدحی نفوذ کرده در داخل ما چه کسی است که این مسئله یکی از دستاوردهای بزرگ وزارت اطلاعات به قول آقای حیدر مصلحی. و ایشون میگه که من اطلاع دقیق دارم، دستگاه امنیتی ما اطلاع دقیق داره که توجه ویژه‌ای به موضوع شیعه شناسی داره در کشورهایی مثل اسرائیل و آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان صورت میگیره تا اینا ببینن این شیعه چیه که توانسته اینقدر در برابر استکبار جهانی مقاومت کنه. اینا رو این ترهات آقای حیدر مصلحی میگه همیهنان گرام. بعدم وزیر اطلاعات خاطر نشان کرده این طرح رسانه های معاند با مصاحبه زنده خانم کلینتون در بی بی سی استارت خورد، ولی خوشبختانه با درایت و هوشیاری دستگاه های امنیتی کشور در همان آغاز انتخابات که این استکبار جهانی و اپوزیسیون خائن، اینا رو خودش میگه، سعی داشتن انتخابات رو به تشنج بکشن، همه از بین رفت و انتخابات ایران با استقبال بی‌نظیر مردم که در حقیقت تأیید روش‌های مقام معظم روزخان بزرگ بود، من میگم روزخان بزرگ، ایشون میگه مقام رهبری، صورت گرفت. این جالبه همیهنان گرامی، روزخانهایی که در گذشته در قبل از 32 سال پیش کارشون این بود که برن یه جای روزه‌ای بخونن، سر قبری برن زیارتنامه‌ای بخونن، نمیدونم برای اهل قبور دعا بکنن،
حالا کارشون به اونجا رسیده که از این خان گسترده هر چه بیشتر میخوان استفاده کنن. و شما بدونید هر دسته ای که تا این اندازه فاسد بشه که فقط دنبال پول بره، اون رژیم باید فاتحهشو خواند. و میبینی این سرداران اسلام فوراً بلند میشن در میرن خارج از کشور، هم خودشون از این گند رژیم نجات بدن و هم این که اطلاعات خودشون رو در قبال پول بفروشن. خیلی از این آخوندار ما داریم که مترصدن بیان خارج از کشور و به عنوان این که جز به ارکان اصلی رژیم هستن اطلاعات خودشون رو بفروشن به دستگاه‌های امنیتی غربی. و این برمیگرده رو پول دوستی، روی چپاولی که اینا در عرض این 32 سال گذشته تو میهن ما انجام دادن. اما یه نکته رو میخواستم در مورد این کسانی که در جمهوری اسلامی به اصطلاح در قدرت هستن به آگاهیتون، یه صحبت کوتاهی است از آقای علی مطهری. علی مطهری نماینده منتقد دولت در مجلس گفته شرایط جهانی، گوش کنید، هم این دیشب گفتم دوباره هم تکرار میکنم، در شرایط جهانی ایجاب میکند که نمایندگان مجلس فعلا با قانون شکنی های رئیس جمهور بسازند و گرنه باید او را استیضاح میکردند. آقای مطهری امروز در مصاحبه با سایت خبر آنلاین، یعنی دیروز، گفت که رئیس جمهور قبح قانون شکنی را در کشور ریخته و همه را به آن عادت داده. میشنوید همیانان گرامی؟ میگه به دلیل شرایط جهانی آقای احمدی نژاد قانون رو زیر پاش میذاره و قانون شکنی میکنه و دروغ میگه، ایشون گفته، ولی ما مجبوریم با ایشون بسازیم. و میگه اینقدر دروغ گفته و اینقدر کار خلاف کرده که این ملکه شده برای همه. واقعا به حال اون ملت، به حال اون مملکت، ببخشید ملت نه، به حال اون مملکت با این رهبر روزخانها و این اراذل اوباش که در رأس رژیم، باید گریه کرد همینا. ببینید در قرن 21 کار ما به کجا رسیده. گفتگو میکنم با آقای اردشیر، با آقای حسن زارزاده اردشیر، همینا دانشجوی فعالی که همه شما آگاهی دارید با چه شرایطی از ایران فرار کرد ولی خوشبختانه همچنان در خارج از کشور به فعالیت‌های خودش ادامه میده. آقای اردشیر درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی عزیز و درود بر هموطنان عزیزم. امیدوارم که سال خوبی رو آغاز کرده باشن، سال شادی در پیش داشته باشن. و همچنین شما آقای فرجی، من شما همیشه به من محبت دارین، حال احوال منو میپرسین. من اینقدر این چند روزه گرفتار شدم که اصلا شرمنده شدم نتونستم با شما تماس بگیرم و به هر حال از طریق تلفن دیدنی بکنیم. امیدوارم که خوب باشید. بسیار سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی. شما به میزان کارهاتون آشنا هستم، آگاه هستم، میدونم چقدر شما گرفتاری دارید، ولی همینی که محبت میکنید و در برنامه من شرکت میکنید بسیار ازتون سپاسگزارم. آقای اردشیر افتخار من هست آقای قربون شما برم، خیلی سپاسگزارم. آقای اردشیر بفرمایید که در این چند روزه چه اتفاقاتی در میهن بلازده ما افتاده، چه وضعیتی الان حاکم بر زندان ها، چه کسانی رو اینا به طور موقت آزاد کردن و اصولا چه اتفاقاتی داره میفته؟ در ارتباط با آزادی که به اتفاق چندان نیفتاده، چه بسا اینکه چند نفر هم محکوم شدن و قرار بازداشت چند دانشجوی زندانی دانشگاه تبریز رو مجددا تمدید کردن. یکی از فعالین استان فارس آقای قاسم نظری بازداشت شده بعد و یک شهروند بوکانی به زندان محکوم شده به خاطر ارتباط با احزاب سیاسی. عرض میکنم که و آقای شیرکو معارفی به گفته آقای وکیل ایشون آقای خلیل بهرامیان که خود آقای بهرامیان هم چندین بار در واقع احضار شدن و اذیت شدن، آقای شیرکو معارفی حکم اعدامش تایید شده و آقای بهرامیان گفتن که ممکنه که این حکم به هر حال مورد اجرا در بیاد و برخی از شخصیت‌ها و فعالان مدنی کرد
ایران از رئیس خوب غزه خواستار این شدن که حکم شیرکو معرفی در واقع متوقف بشه. این شخصیت ها افراد برجسته هستن که در کردستان فعالیت های فرهنگی اجتماعی مدنی دارن و افراد شناخته شده هستن در کردستان ایران، و همچنین درخواست کردن که حکم حبیب گلپری هم متوقف بشه. در حال این روند سرکوب ها در کردستان خیلی شدت گرفته و الان در زندان رجای شهر که خیلی از زندانیان سیاسی اونجا هستن، در رجای شهر کرج دو زندانی سیاسی کرد هم اونجا حکم اعدام دارن، آقای زانیار مرادی و لقمان مرادی و آقای نیما پوریعقوب دانشجوی تبریزی، اگرچه از ایران به ترکیه رفته همین اخیراً، ولی برای او هم حکم چند ماه زندان تایید شده. و این وضعیتی است که متاسفانه وجود داره در داخل کشور. و میدونید که هفته گذشته سازمان عفو بین الملل که مقر اون در لندن هست یک گزارشی رو منتشر کرد و گفت که در سال 2011 یعنی تا دیماه، از دیماه گذشته تا دیماه سال قبل ایرانی، 360 نفر در ایران بر اساس گزارش منابع دولتی اعدام شدن. و گزارش هایی هم که ما دادیم به عنوان اینکه منابع غیر دولتی هستیم رو البته حساب نکردن، که فقط بخوان که اون حجمی که در رسانه‌های دولتی یا اطلاعیه‌های دادگستری و اینها منتشر شده رو فقط در واقع نشون بدن. و 360 نفر در یک سال واقعا اون هم یک بخشی از آماری که البته آمار رسمی دولتی هست، بسیاری رو که میدونید اعلام نمی کنن به صورت دست جمعی، بسیاری رو در سیستان و بلوچستان، در خراسان و در نقاط دیگر اعدام کردن که بعدن افشا شد. و اگر اینا رو حساب بکنیم چند برابر 360 نفر فکر میکنم باید باشه متاسفانه. و این یک رکورد محسوب میشه که سازمان عفو بین الملل به اون اشاره کرده. البته کشورهای مثل چین و اینها هم در گزارش خودش اشاره کرده که البته میدونید سازمان عفو بین الملل هر سال در مورد کشورهای مختلف این کار رو انجام میده، یعنی مسئلهش فقط ایران نیست، همه کشورهایی که دست به نقض حقوق بشر میزنن در لیست سازمان عفو بین الملل هستن و مرتب این گزارش ها نوشته میشه. خب در این شرایط البته آقای احمد زیدآبادی و آقای محمودیان از زندان رجای شهر خوشبختانه به مرخصی آمدن که چند روزی در کنار خانواده باشن. البته در نوروز اجازه ندادن، تازه بعد از یه هفته از نوروز این امکان فراهم شد. خانوادهشون خیلی تلاش کرده بودن. آقای احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان قرار هست که، یعنی بهشون گفتن که 15 فروردین باید برگردن به زندان رجای شهر، چند روزی فرصت دارن در کنار خانواده باشن. و این در حالیه که بسیاری در زندانهای ایران هستن و یه مقداری جمهوری اسلامی با در واقع مرخصی دادن این دوتا چهره و یکی دو نفر هم قبلا میخواد نشون بده که به هر حال با رأفت اسلامی با زندانیان برخورد میکنه، در حالی که در برابر حجم زیاد زندانی سیاسی و افراد برجسته‌ای که در زندان هستن به خصوص مثل آقای مهندس حشمت الله طبرزدی، این در واقع به نوعی یک مانور سیاسی محسوب میشه. چون اگر بحث برخورد حقوقی قانونی و انسانی باشه، بایستی که علاوه بر اینکه همه زندانیان باید آزاد بشن که ما در واقع به کمترین هم قانع شدیم با این حجم فشارها، حداقل باید این همه زندانی ها این امکان رو میدادن. من هفته گذشته عرض کردم حتی به اینا اجازه ندادن 3 دقیقه با خانوادهشون تلفنی صحبت بکنن، چه برسه اینکه اجازه بدن اینا یک شب بیان در ایام نوروز در کنار خانواده باشن. به هر حال این بحث هم هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که یه مقداری این رو به نوعی به رخ بکشه که رژیم با رأفت اسلامی با مسائل زندانیان برخورد میکنه، در حالی که اینطوری نیست و بسیاری در زندان در شرایط سختی به سر میبرن. تو این چند روز گذشته با تعدادی از زندانیان که صحبت میکردیم، یعنی تماس میگرفتن از کانالهای مختلف، از طریق زندانیان دیگر اطلاعاتی رو بیرون میفرستادن،
متوجه شدیم که تعدادی هم متاسفانه در آستانه نوروز مریض هستن و شدیدن رنج میبرن از بیماری هایی که از قبل داشتن و تشدید پیدا کرده و حتی درخواست مرخصی هم داده بودن که درخواست مرخصی اونها پاسخ مثبت داده نشده و البته در تعدادی از مقامات قضایی هم به بعض خانواده ها پاسخ مثبت داده بودن، اما مقامات مربوطی دیگر این اجازه رو ندادن. یعنی ببینید یه بروکراسی هم اونجا حاکمه که یکی بله میگه یکی نه میگه و اینا هر بار این خانواده ها رو به این شکل اذیت میکنن. عرض میکنم که البته آقای سرجی میدونید این یک رویه است دیگه، یعنی یه موقع یکی آدم خوبه است یکی آدم بده است. من حتی تو بازجویی هم اینو میدیدم، یه موقع یه بازجویی میومد که چند کت خودش رو خیلی آدم خوبی نشون بده در صحبت کردن و برخورد کردن، و یه موقع آدمی میومد که یعنی یک بازجویی میومد که خیلی برخورد خشنی داشت و برخور بیرحمانه تری از خودش نشون میداد و یک سعی میکردن که یک به نوعی از روش های مختلف استفاده بکنن برای برخورد کردن. در سیستم قضایی هم همین جوریه، در زندان هم همین جوریه. وقتی این خانواده ها میرن یکی میگه باشه این مرخصی رو میدیم، یکی دیگه میره پرونده اونجا میگه نه ما این اجازه رو نمیدیم. مثل همون قضیه تلفن که یکی از مقامات قضایی گفت 15 دقیقه با خانواده ها صحبت کنن، در حالی که به اینا اجازه ندادن حتی 2 دقیقه احوال پرسی بکنن با خانواده‌اش. بنابراین این رویه‌ای که نمیدونم قوه قضاییه به بعضی اجازه میده، نمیدونم به پرونده ها نگاه میکنه، نه اینا همه برخوردهای سیاسی هست و اینا با حساب کتابای خودشون برخورد میکنن و مسئله انسانی متأسفانه در این بحثا به هیچ عنوان دخیل نیست. عرض میکنم که آقای فرزی یه نکته رو شما اشاره کردید در صحبتاتون قبل از اینکه من بحث رو شروع کنم راجع به این افرادی که میان خارج از کشور و اطلاعاتشون رو به نهادهای امنیتی خارجی میفروشن، این نکته میخواستم در این زمینه هم اشاره بکنم اگر فرصت هست. خواهش میکنم 5 دقیقه فرصت دارید بفرمایید. بله مرسی. عرض میکنم که کسانی که معمولا میان خارج از کشور فقط اون دسته ای نیستن که از جمهوری اسلامی می برن، بلکه یه دسته ای هم هستن که در واقع اعتقاد به جمهوری اسلامی دارن هنوز، بله، ولی شرایط رو برای اینکه زندگی مرفعی در داخل داشته باشن نمی بینن و میان خارج و حاضر هستن که با هر کسی هم همکاری بکنن، پولی بگیرن، امکاناتی بگیرن. من خطابم به هموناست نه به کسانی دیگری. بله بفرمایید. بله اینا خطرات بالقوه‌ای هستن که در آینده میتونن بالفعل بشن و تبدیل بشن به تروریستا، تبدیل بشن به افراد دیگه و بایستی که خیلی ما در خارج از کشور مراقب باشیم. همچنین کسانی هستن که عوامل خود جمهوری اسلامی هستن در خارج کشور که باید مراقب اینها هم باشیم که متاسفانه تعدادشون هم زیاده. من اون هفته که 2 هفته پیش با شما صحبت میکردم راجع به تظاهرات ضد جنگ در تورنتو که فیلمش هم پخش کردیم، اسلامی اونجا حضور داشتن، بله فیلمش هم پخش کردیم، یکی از هموطنان با من تماس گرفت، یکی که نه خیلی چند تا من ایمیل داشتم اتفاقا که یکی از هموطنان خیلی از این بابت خوشحال بود، گفت من خوشحالم که شما علاوه بر فعالیت حقوق بشری در افشای عوامل رژیم هم داشت میکنید، که من گفتم که در شهرهای مختلف بسیاری در این زمینه دارن تلاش میکنن و باید دست به دست به هم بدیم که اینها رو افشا بکنیم، برای اینکه اینا در آینده به خطر بزرگی تهدید خواهند شد و الان هم دارن از جمهوری اسلامی خیلی روشن حمایت میکنن و روز به روز هم با جرأت بیشتری میان توی صحنه. بنابراین و این نکته هم گفته بود که تو ایمیلش که متأسفانه تورنتو تبدیل شده به بهشت ماموران جمهوری اسلامی. بله. امیدوارم که ما با تلاشمون این اجازه رو ندیم و جلوی گسترش این فعالیت‌های اینها رو در واقع بگیریم. ولی نکته که میخوام به شما بگم از یه طرف دیگه این اتحادیه اروپا و امریکا که این تحریم‌ها رو اعمال میکنه در مورد مقامات جمهوری اسلامی که الان هم نزدیک 18 نفر رو دوباره در لیست گذاشتن، باید توجه داشته باشن که اینا خانواده دارن، فک و فامیل دارن، دوست‌آشنا دارن و
پولهای همین آدم که مورد تحریم هست و میارن در خارج از کشور و باهاش سرمایه گذاری میکنن و به اینها هم باید توجه داشته باشن، اونها رو هم بایستی که در این لیستای خودشون قرار بدن و مورد کنترل قرار بدن، برای اینکه اون فرد در تحریمه ولی سرمایه و اموالش در کانادا و نمیدونم در بعضی کشورهای آسیایی و اروپایی داره استفاده میشه و بدون اینکه خودش حضور داشته باشه از پولش داره استفاده میکنه و این همون پولیه که مال من و شماست در ایران با. از مردم دریغ میکنن و با مشکلات زیادی مردم رو روبرو میکنن و در تهیدستی قرار میدن و خودشون به طرق مستقیم و غیر مستقیم در خارج از کشور سرمایه گذاری میکنن. بعد اون وقت آقای خامنه‌ای در نماز جمعه میاد میگه که امسال سال تولید ملی هست در شرایطی که تمام اجناس از هندوستان و چین و اینا وارد کشور میشه و مردم در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن و اقتصاد کشور واقعا فلج شده. خب یعنی یک چنین بازی با سرمایه ملی داره انجام میشه و باید این کشورهای خارجی هم با دقت بیشتری با این مسئله برخورد بکنن. البته من میدونم تاثیر ایرانیان خارج از کشور بسیار زیاده، یعنی بسیاری از ایرانی‌ها رفتن به این نهادهای خارجی، دولت‌های خارجی فشار آوردن و اینها رو افشا کردن که در نتیجه کشورهای خارجی هم مجبورن واکنش نشون بدن که تا حدودی میدن، ولی بعد این گسترش پیدا بکنه چون تلاش جمهوری اسلامی در خارج از کشور باعث خواهد شد که در واقع بهبود وضعیت مردم در داخل کشور به عقب بیفته. از یه طرف من یه نکته دیگر رو اضافه بکنم، البته ما هفته گذشته راجع به کمپین از ایران برای صلح و دموکراسی صحبت کردیم که این کمپین صلح و دموکراسی توسط تعدادی از جوانان و دانشجویان راه اندازی شده، در فیسبوک هم این کمپین قابل دسترسی هست که من لینکش رو به سامان عزیز فرستادم، اگر فرصت داشته باشه اونجا حتما نشون بده. نشون دادن آقای اردشیر، الان روی پرده تلویزیون هست. ببخشید من الان فرصتم تموم شده، میذارم برای هفته دیگه دوبار من با شما صحبت میکنم آقای اردشیر، به دلیل همین گزارشایی که الان فرصتش متاسفانه نیست. امروز برنامه من خیلی پیش بود. مسئله دیگه هم در کانادا هست که حتما صحبت میکنیم هفته دیگه. فقط جمله پایانی که از هموطنان میخوام که به این کمپین از ایران برای صلح دموکراسی بپیوندن. خیلی سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی، تا هفته آینده که باز با هم تماس میگیریم. تشکر. خب عمیانان گرامی، مثل اینکه الان آقای دکتر مسعود نقره‌کارم روی خط هستم، من میتونم باشون صحبت بکنم. دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار، یه مقاله از شما دیدم در سایت‌ها به اسم در ستایش شادی در ایران در ایام نوروز. این جریان، قصد شما از نوشتن این مقاله به این شکل چی بوده؟ بله، ببینید، معذرت طلبتم، قصد من این هستش که در واقع این بوده که میدونید جامعه ما الان یک سوالی در رابطه با جامعه ما مطرح هست، این هستش که چرا جامعه ما یک جامعه اندوهگین و غمزده و افسرده است؟ افسرده است. این سوال میدونید مدت هاست مطرح شده و در داخل ایران به ویژه بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان و روانپزشکان تلاش کردن که به این سوال پاسخ بدن. من در واقع همین مسئله باعث شد که من این مقاله رو نوشتم. البته این مقاله مقاله جدیدی نیست، من اینو حدود 6-7 سال قبل نوشتم، ولی خب مجددا این اخیراً در ایام نوروز دیدم که انتشار پیدا کرده بود. من بد نیست به همون عنوانی که مطرح کردم به عنوان سوال اگر اجازه بدید بپردازم، یعنی به این که چرا جامعه ما یک جامعه افسرده، اندوهگین و غمزده است، دلیلش چیه؟ نمیدونم اگر موافق باشید. بله کاملا. فقط من سوالم از شما دکتر نقره‌کار، سوال من اینه، شما به عنوان یه پزشک با این موضوع برخورد کردید، به عنوان یه فعال سیاسی چجوری؟ اینم توضیح بدید. بله، یه مجموعه در این مقاله البته عنوان شده که من رؤوس اونو در میکنم. البته اجازه میخوام اینگونه شروع بکنم که میدونید که الان ما هنوزم تو ایام نوروز هستیم. بله. و آخر هفته هم مردم میهنمون و
در ایران و یا در هر نقطه جهان که هستن 13 رو به در خواهند کرد. و به طور کلی این ایام، ایام نوروز برای ما در، یعنی در فرهنگ ما ایام شادی است، یا لااقل شادی بوده و یا تا حدود الان هست. خب میدونیم ایام دید و بازدید بوده، ایام آشتی و صلح و دوستی، تفریح و خوشگذرونی و خوشپوشی و خوشخوری و خوشنوشی، و به هر حال ایامی که ما همیشه اونو مترادف با شادی میگرفتیم و هماهنگ هم بوده و هست با فصلی که برای آغازش انتخاب شد، در واقع فصل بهار. اما خب چند سالیه همطور که من عنوان کردم، به ویژه از هنگامی که این حکومت اسلامی بر مسند قدرت نشسته، شادی در جامعه ما تا حدود زیادی رنگ باخته و کاهش یافته و به نوعی شادی میدونید تحت میشه گفت پیگرد گزمه‌های حکومت اسلامی قرار گرفته و محدود شده. سوال این هست و این بوده که چرا ملت ما در واقع به چنین وضعیتی افتاده، یعنی مردمی که دارای چنین سرزمینی هستند با اون ویژگی‌های جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و ارزشی و ظرفیت‌های عظیم معنوی و مادی، الان یک ملتی هستند غم‌زده و ناشاد. می‌دونید که ما بیش از 60 روز در تاریخمون قبل از حمله اعراب به ایران روزهای جشن و سرور و شادی داشتیم و خب بعد از اون به ویژه الان در همین دوره‌ای که حکومت اسلامی تجربه میکنیم، این روزها تبدیل شده به روزهای در واقع گریه و غم و اندوه و تضرع. و خب جایگاه مرگ رو الان میبینید در جامعه ما چگونه است، که به مناسبت مرگ ها ما چقدر روزها رو به اون اختصاص میدیم، ختم و عبد و چهل و سال. و خب و باز همونطوری که میبینید اصلا جامعه ما در شرایط کنونی با مظاهر شادی هم مثل لبخند زدن، خندیدن، رقصیدن، آواز خواندن و تفریح و اینا تا حدود زیادی بیگانه است و تفریحگاه مردم میهن ما هم اینجور که اطلاع دارید بیشتر قبرستان ها هستن هم حتی برای تیزه بگر. خب چرا؟ واقعا چرا بیش از 35% از مردم میهن ما دوچار افسردگی و اضطراب هستن؟ چرا؟ و این میزان البته میدونید که نسبت به 10 سال قبل یه چیزی بوده 12 تا 13% افزایش داشته من. و خب در میان زنان میهن ما همونطوری که حتما اطلاع دارید این به اصطلاح ریت و میزان افسردگی و اضطراب به حدود 40% رسیده. و خب خود مسئولین مملکتی هم میگن که حدود 9 میلیون ایرانی افسرده هستن و از افسردگی رنج میبرن و میزان خودکشی هم میدونید در جوانان زیر 30 سال حتی میگن حدود 8 در 1000 هستش که احتمالاً بیشتر از این خواهد بود. به هر حال مقاله که شما بهش اشاره دارید با توجه به این پیش زمینه ها به دنبال پاسخ گفتن البته خیلی کوتاه به این چرایی است و اینکه چگونه میشه با این مسئله مقابله کرد. چرا در واقع به این شکل هست؟ عوامل متعددی که مطرح میشه. یک سری عوامل هستن که خب میدونید برخی بیماری های روانی، عصبی و فیزیکی هستن که من به اونا اشاره نمی کنم. الان تحقیقات بسیاری شده که همونطوری که برای اندوه و رنج و افسردگی مراکز و عواملی در بدن هستش، برای شادی هم هست. بسیار گفتن چه عوامل ژنتیکی، چه عوامل مثلا شیمیایی و اینا که مورد بحث من نیست. بیشتر اون چند عاملی مورد نظر من هست که میشه بهش به عنوان عوامل محیطی عنوان کرد. این عوامل رو من یه اشارهی بهش میکنم و بعد یه تعریف کوتاهی از شادی خواهم داد و یه کوتاه هم به میگه چه باید کرد. این عوامل، عواملی که باعث شدن جامعه ما به این وضعیت بیفته و مردم میهن ما حتی در ردبندی جهانی که کردن و در اون ردبندی در رابطه با شادترین کشورهای جهان، ایران در واقع در اون حدودا در ته جدول قرار گرفته. چرا؟ این عوامل چی هستن؟ یک سری عوامل هستن که خب همگان اطلاع دارن، اون عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. مشکلات اقتصادی اجتماعی مثل بیکاری و فقر میدونید اینها خیلی تأثیر دارن روی بروز افسردگی و غم و اندوه در جامعه. مسئله جنگ
که جامعه ما باش درگیر بوده و الان ما یک نوع جنگ که جنگ روانی است درگیره. مسئله خشونت، مسئله اعدام ها، اینها یک مجموعه عوامل اجتماعی هستن که تأثیر میذارن. اما یه عامل بسیار مهم به گمان من عامل مذهب و عامل ایدئولوژی است در جامعه ما. میدونید دین، اینجا منظور من مذهب، مذهب تشیع است، و برخی از ایدئولوژی ها در جامعه ما از عوامل گسترش غم و اندوه و گریز از شادی و نهادین شدن شادی در جامعه ما بودن. من تنها اینجا به چند نمونه در رابطه با تشیع اشاره میکنم. شما میدونید که ما در تشیع هم خواندیم و هم الان تجربه کردیم که چگونه غم و گریه و تضرع و اندوه جایگاه خاصی داره و چه حد در این رابطه نصایح و روایت و احادیث هست و حتی آیه. و میدونید که در آیه‌ای حتی هست که گروهی که دیگران را میخندانند باید توبیخ شوند. و همین رابطه اگر ما اشاره داشته باشیم به آنچه که بحرالعلوم تشیع یعنی امام جعفر صادق در رابطه با شادی مطرح میکنه، ابعاد به هر حال فاجعه و اینکه چرا جامعه ما به این سمت میره رو در خواهیم یافت. میدونید که ایشون جملات زیادی هستش. زیادی خنده قلب را میمیراند، خنده زیاد قلب را تاریک میکند، قطره اشک دریاهایی از آتش منظور جهنم رو خاموش خواهد کرد، کثرت خنده دین را نابود میکنه و از اینجور جملات. و خب میدونید هرگاه احساس غم میکنید به قبرستان بروید، و تا اون حدی که دیگه به امام دوره خود ما خمینی میرسه و حتما این جملات رو به یاد دارید که در خود که صحیفه امام مثلا جلد 15 در باب مزایای گریه و اندوه بسیار نوشته شده. زمانی که مطرح شده کسی که گریه میکند، این جمله خمینیه، کسی که گریه کند بگریاند یا به صورت گریه داری خودش را بکند، این جزایش بهشت است. این از صحیفه امام جلد 15 صفحه 114 است. یا رمز پیروزی ما همون روزه خواندن و گریه کردن است. این بزرگترین امر سیاسی ماست. به هر حال میخوام بگم که چقدر این عامل در جامعه ما ایفای نقش کرده در طی این 33 سال. تأثیر این رو روی مسئله هنر به عنوان یکی از عوامل شادی آفرین در جامعه میتونیم ببینیم، رو موسیقیمون، رو شعرمون، رو ادبیات داستانیمون. و به هر حال این نقشی که این عامل ذهنی و فرهنگی بازی کرده رو میتونیم ببینیم. حتی در جامعه روشنفکری ما هم میشه این مسئله رو دید. نکته دیگه که من خیلی سریع بهش اشاره بکنم این هستش که یه بحثی هست که اصلا شادی چیست. من بعدم نمیاد چطور مقاله اشاره کردم به اینم بپردازم خیلی کوتاه اگه وقت داشته باشم. شما 4 دقیقه وقت دارید، بفرمایید. یک سوالی همیشه این بود که اصلا خود شادی چیست، تعریفش چیه. میدونید که شادی رو به عنوان یک پدیده عاطفی یا اموشنال به قول اینجا یا عنوان کردن، به عنوان یک واکنش و یه حسی است که انسان نسبت به آزاد بودن و آزادی داره، یه حسی است که انسان در واقع نسبت به مقبولیت اجتماعی و موقعیت اجتماعی و مالی خودش داره، یک حسی است که نسبت به رضایتش از خانواده و وضعیت اجتماعی تحصیلی و به طور کلی آنچه که در پیرامونش میگذره داره، که در واقع شاید به این گونه بشه خلاصش کرد که یک نوع رضایت از زندگی است. که خب الان در جامعه ایران با این وضعی که الان به لحاظ اقتصادی اجتماعی و همون عامل ذهنی فرهنگی که گفتم، این نارضایتی از زندگی رو میشه در ابعاد بسیار گسترده دید. یعنی در واقع کاهش درگیر شدن و درآمیختن داوطلبانه و رضامندانه با مسائل و مناسبات اجتماعی است، با مسائل و مناسبات شغلی است، خانوادگی است، عاشقانه، تفریحی و به طور کلی مجموعه از این حس رضامندی و رضایت رو که به شادی میگن، ما الان میبینیم که در جامعه ما به نوعی بسیار کاهش یافته و به نوعی اصلا رنگ باخته. اینکه چه باید کرد در رابطه با این مسئله
من در این مقاله بهش اشاره دارم. خب به طور اساسی مسئله ریشه‌کن کردن فقر، بیکاری و نارنجی ناهنجاری‌های اجتماعی مذهبی‌خواه نقش بسیاری در کاهش اندوه و غم در جامعه دارند و در رابطه با افزایش شادی. مسئله آزادی، دموکراسی و امنیت از اساسی‌ترین گام‌هایی که باعث ایجاد بروز و رشد شادی میشه. ما اینو در جوامع متعددی که این وضعیت در اونها به طور نسبیت می‌بینیم. مثلا دانمارک جزء اولین در رده بندی کشورهای شاد می‌دونید که رتبه اولو داره، یا برخی از کشورهای اسکاندیناوی اینها که به نوعی دموکراسی، آزادی و امنیت در جوامعشون هست، اینها در ارزیابی‌هایی که شده در رابطه با معیارهایی که گفتم جزء کشورهایی هستن که در رده بالای کشورهای شاد جهان هستن و همینطور برخی از کشورهای امریکای لاتین. به هر حال عامل اساسی این عواملی است که من اشاره کردم، اگر رفت بشه جامعه به سمت شادی و در واقع کاهش اندوه و غم پیش خواهد رفت. اینه که خب یک سری چیزهای آموزشی و ذهنی هم هست که اونها رو من در اون مقاله بهش اشاره کردم. دوستان میتونن این مقاله رو در سایت گویا یا سایت پیک ایران و سایت مختلف دیگه ببینم. بسیار سپاسگزارم دکتر نورکار عزیز. تو هفته آینده که باز با هم صحبت میکنیم. ممنون از شما. منم از شما سپاسگزارم. خب همینان گرامی، وقت برنامه هم به همینجا به پایان رسید. از دوستانی که سوال میکنن، تکرار برنامه های من در تلویزیون پارس متاسفانه فقط یک بار در هفته پخش میشه، اما در آرشیو تلویزیون پارس شما میتونید برنامه های من رو وقتی آرشیو میکنم ببینید. علاوه بر این دوستان محبت میکنن و برنامه های من رو در یوتیوب هم قرار دادن، بنابراین کسانی که مایل هستن برنامه های من رو تعقیب بکنن میتونن روی صفحه یوتیوب برن و برنامه های من رو چه روزها و چه شبها رو در یوتیوب ببینن. بسیار سپاسگزارم همیهنان گرامی که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، آینده ایران.